گرامی برنامه نگین هویت، سلام و سلام شما را باد. بختیارم باز پس از یک هفته در خدمت شما قرار دارم و دوستانی که در جریان پخش برنامه های ما هستند، سومین هفته هست که گزارش سفرهای خود از کشورهای مختلف پخش. گزارش این هفته ما سفری است که ما به تاجیکستان داشتم. البته هموطنان گرامی در جریان هستند که تاجیکستان یک کشور همسایه در ودیوار ما هست. ما با این مناسبات بسیار حسنه برادرانه داریم. البته پس از فروپاشی اتحاد شوروی رفت آمدها شروع شد و تا جایی که مقدور بود تقریبا دو نسل بعد نواسه ها و نبیره های یک دیگه خود پیدا کردن. البته بسیاری ها هنوز نمی دانند که یل و تبار و خیش خانواده از او در کدام سمت هست و از او جمله مثلا بدخشان افغانستان که امروز در تاجیکستان هم در زمان اتحاد شوروی به نام تاجیکستان به اصطلاح جمهوریتی که ایجاد کردن، یک بخشی از این بدخشان کوهی یا بدخشان ایالت خودمختار ایجاد شد که در پیش از دوران عبدالرحمن خان که امارت بدخشان وجود داشت، ما یک روز سر کتاب جناب مرادی صحبت کردیم که بدخشان در تاریخ بود که دو جلد جدیدن تاب شده بود، ما را از طریق این برنامه معرفی کردم. در او میبینیم که امی بدخشانی که امارت بوده در پهلوی امارت بخارا و روابط نزدیکی با دولت مرکزی افغانستان با احمد شاه بابا و با تیمورشاه با اینا داشته، ولی همیشه به عنوان یک امارت مستقل در حیطه توان خود بوده و این امارت به اندازه بزرگ بوده که چترال امروزی پاکستان جز و گلگیت امارت بدخشان بوده. در پهلوی از این که قسمت عمده ای از تاجیکستان امروز که بدخشان کوهی باشه و ای تا حدود قندز امروزی ما و گاه حدود ای طرفش تا مرزهای اندراب و ایساحات کوهستانی ادامه پیدا کرده. او بحثی است که در وقتش در زمانش سرش صحبت خواهد کرده. چیزی که بسیار جالب در این سفر پس از تقریبا 7 سال که ما رفتم یک دیگرگونی بسیار عمیق و بنیادی بود که هیچ تصورش نمیشد. تاجیکستان به اندازه تغییر کرده بود که مهیر العقول بود. اما تاجیکستان یک شرایط بسیار بدتر از افغانستان داشت. اونجا زورگیری، قمندان بازی و بی‌قانونی، فساد، همه چیز بیداد میکرد.
مثل امروز افغانستان. هیچ گونه نظمی نبود، پلیسی نبود، دیگه‌ای نبود و اگر بودم هیچ گونه توانایی نداشت. اما با برکت یک رهبری دلسوز که همی شخصی ما ولی رحمان رئیس جمهور فعلی ازی هست، واقعا به همه مشکلات فایق اومده. تاجیکستان یک کشوری بسیار فقیری بود که دوستا میدانند که یک کشور همسرحدی با تاجیکستان عینی با ازبکستان داشته و عینی مشکلاتی که ما با پاکستان داریم تاجیک ها هم با ازبکستان دارند. 4 ایالتی تاجیک نشینی که مربوط به تاجیک ها و تاجیکستان باید میشد ایره روس ها با ازبکستان دارند و به عوض از این آستان خجند به تاجیکستان. اگر شما نقشه تاجیکستان ببینین، یک بخش زیاد سرزمین های ازبکستان در داخل تاجیکستان است و ریلی که به طرف خجند میرفت و در سرزمین های تاجیکستان و ازبکستان عبور میکرد. و ازبکستان بنابر این مناقشات که اینا دارن که 4 آستانی که در تاجیکستان در ازبکستان هست که سمرقند و بخارا و ترمز و فرغانه، این 4 آستانی بسیار بزرگ بخصوص سمرقند و بخارا که نام بسیار تاریخی داره و مردم ما همیشه او را مرکز ثقافت اسلامی میدونستن و از بخارا مثلا دملا یا داملاها فارغ بشدن. بخارا سیقل روی زمین است، سمرقند سیقل روی زمین است، بخارا قوت ایمان و دین است و اینطور سروده های هم بود از زمان. ولی با همه این مشکلات که تاجیکستان در جوشی زمستان گاز خود از اسم میداد، ازبکستان قطع میکرد، راه ها را قطع میکرد و حتی دست به کودتا ها زد و مشکلات داخلی تاجیکستان ازبک هایی که در اونجا بود، خدای بریوف که کماندانی بود و تحتات ما در تاجیکستان بودیم که تا نزدیک شهر دوشنبه آمد که پایتخت بگیرن. اینی مناسبات و اینی دشمنی هایی که بین ازبکستان و تاجیکستان از نظر سیاسی و مسائل ارضی وجود داشت و داره، این باعث شد که این کشور در یک انزوا قرار بگیره. اون طرف راهی ترانزیت به چین نداشت و در افغانستان هم حالتش میدانیم و مشکلات. ولی با همه این مشکلات، با همه اینکه یک کشور کوهستانی و فقیر بوده، امروز باور کنیم که اصطلاح اگر زیاد مبالغه نکنم به کشورهای اروپایی رقابت میکنه، امنیتی 100% تأمین است، ساختمان های بسیار بزرگ و ایجاد شده و خود اینوی رئیس جمهور تمام روز در امی روزایی که ما بودم روزی 4-5 پروژه و فابریکه شخصا میرفت و از هر جهت امنیتی که در تاجیکستان اصطلاح بود به نام بقه میگفتن، بقه یعنی بدماش و رهزن، این امینا را کاملا نابود کرده و افغان هایی که اونجا زندگی میکنن بسیار راضی بودن، بسیار البته بیشتری مهاجرین کجا بودن دوستا میدانه که اینا تقریبا بیش از 200 فامیل و بیشترش به کانادا آمدن که امروز در کانادا زندگی میکنن که اعضای انجمن استادان فرهنگی آریان هم اونجا هستن. کسی که حرف های مرا میشنون شاید برشون تعجب باشه که تاجیکستان به یه حد چی کده رشد کده و انکشاف کده و ما امیدوار هستیم که در افغانستان هم پس از انتخابات که میایه یک زعیمی بیایه که مثل امام علی واری واقعا و بعد در جریان جنگ‌های داخلی
بودن 6 سال پیش با ما برای سرک بسیار زیاد خرابتر و بدتر از سرکای افغانستان اما امروز میبینیم که بهترین سرک ساخته شده و تمام دچه ها سرای استراحتگاه دوباره ایما شده بعدا میریم با دوستان میپیونده ما امروز میمان رولا خان هستیم اینجا کتاکس امریتا بیتی که کتاکس کجا؟ اینجا بس اینجا چطور خوشت آباده ورزاب؟ والا بهترین جا هست یا جان خند دوستا زنده باشه امروز ما را دعوت کنم در ورزاب این دچی و... رئیس رولا خان هست رئیس رولا خان هست هنوز زیر کار هست بسیار راستی یک تعمیری مقبول جایی بسیار مقبول وای سیبار را سعی کردیم که چی درختک های مقبول سیبک های بار اول از شمایی که جای زیبار را میدیم بازی طبیعت و هوایش را میبینیم چی یک هوای دریا پیشش اما که طبیعت در لبنان منطقای بای فرهنگی شرقی بهتر است شهر انکشاف کرده در قسمت فرهنگسازی اینا بسیار کوشش کردن شوار؟ دیگه از خدامت چیزی فرهنگی که داشتن از خود تاجیکا از این دوباره بهره گرفتن یک چیزی کاملا مدرن و تازه ساخته بیا از سر او واقعا خب من پیده این بسیدی از نگاه اهمیت شما هیچ تصور نمیکنید تاجیکستان از همون که ندونید هیچ تصور نمیکنید که یک کشور آسیایی به چنین زیبایی باشه فعلا از نگاه شهرسازی بسیار رشد کرده از چیز فرنگیش بسیار رشد کرده به نظر امنیت تو ده سال پیشی که به اصطلاح بدماش یا بقه میگفتن تاجیکا اون گپ امروز وجود نداره کاملا امنیت شما فکر میکنید که در یک کشور اصلا اروپایی یا امریکایی زندگی هیچ مسائل امنیتی این چیزا نهایت خوب است هیچ شب و روز مردم تشکیمیت رو امیدوارستم که پیدا کنیم نداریم تاله امیدوارستم بسیار زیاد تشکر در برالاوی که در تاجیکستان برای افغانستان همیشه از هر تریبیونی که در تریبیون های ملل متحد سفرهایی که با اروپا داشت در کنفرانس های بسیار بین المللی دیگر در هر نشستی که داشته همیشه بالای سر افغانستان صحبت کرده تکیه کرده و یگانه کشوری هم سایه مو بوده که طرف بر افغانستان همیشه دوستی داشته هیچ وقت کدام پالیسی غیر از این که اندیشه نیک داشته باشد مداخله نداشته هیچ وقت دامور افغانستان تشکر اک جان سلامت گزارش های قبلی گفتیم که هدف از سفر ما بنیادی را که ایجاد کردیم به نام بنیاد پیوند آریانا که در ایالات متحده آمریکا ثبت شده و این بنیاد استوار است بر اساس اراده جوانا در هر جایی که رفتیم به فضل اراده خداوند از ارزوی دوستای ما از هموطنان جوانایی که در کشورهای دیگر زندگی داشتند اینا از این برنامه استقبال کردند و این بنیاد به نام بنیاد پیوند آریانا است چون آریانا را به خاطر پسوند به این ساختیم که یک انجمنی به نام پیوند از سال سالهای قدیمی در تاجیکستان ایجاد شده بود که من هم افتخار عضویت از او داشتم در تاجیکستان و با همکاری از امانو ما تانستم که در تاجیکستان یک سل فعالیت های فرهنگی بکنم این جوان ها هدف از این پیوندی هست که هموطنهای عزیزی که در سر تا سر کشورهای مختلف قرار دارند همین نهادها و انجمنها با هم یک جای شوند ما وسیله باشیم برای عزیز که از همین طریق اگر خدا بخواه مسائل فرهنگی را مسائل زبانی را و مسائل بخصوص را مدارات خیلی را سازماندی بکنیم و این گردانندگی و رهبریش جوانا داشته باشیم و ما فقط ما کسایی که در 20 سال ما هستیم اینا مثلا یاری میرسونن به جوانا که جوانا بتونن همین نهادی بین المللی را علی خداوند بخواه نوز بگیره فقط سه ماه پیش موفق شدیم که در سفر بکنیم و این نهاد برکم است که فعلا یک سرویس که ما برای سه ماه وظیفه گرفتیم و بعد از ما اون ماین جان یک دوست دیگه از کابل هستن که نو وظیفه دارن که با مصرف شخصی خودشون باز بگردن و نظرات هموطنان رو جمع بکنن همین رقم ما شش نفر مؤسسی همین انجمن که به نام پیوند آریانا هستیم و هر کدام همین تعهد سپریدیم که
اینمی راورد سفر خود در برنامه نگین هویت تلویزیون صدای افغانستان را نشر میکنیم و هموطنان ببینن. و این یک ضرورتی بوده که در طول 13 سالی که ما در امریکا زندگی میکنیم دست خانه میبینیم که جوانای ما و هموطنان ما که دور از وطن هستن اینا از وطنشون از فرهنگشون بگذشن. ما یک نهادی را ایجاد میکنیم که خوشبختانه امروز کامپیوتر است و اینترنت است، همه چیز است، رهبری از این از سر تا سر دنیا باشه و هر مسئله که داره این لچ و اوریان باشه به همه گی گذاره. زیاد وقت شما را نمیگیرم، بازم در بار دیگر سیمان سپاس گذاری میکنم. البته در مورد فعالیت هایی که خالی دولت تاجیکستان کرده به عنوان یک دولت همسایه و دولت دوست و برادر ما، البته با نهاد های دیگه زود ما بعدا گزارش های خواب داشتم. بازم سپاس گذاری میکنم از همه شما باشم. مرسا باشم. زمینه را مسایی کردیم که ما جمع شاییم بچیم و دوله ما اعداف یا صحبت هایی که شیرینی که شما داشتید ما هم یک تجمع کنیم. شما یک جهان سپاس که از او رای دور تشریف آوردیم و ما را بازم یک بار دیگه مسایم یک جای ساختین و صحبت هایی چیمین شما داشتید. باش میکنم این کارف آقا سبو امان جان تکرش بیم باشید یا بسید جنوب سوزیو یک شخصیت ادبی و فرهنگی شاعر ادبی شناس و قابل قدر احترام به همه مردم افغانستان باشن، جوانه افغانستان هستن و جوانایی که بر ادبیات و در رسه فرهنگ و فعالیت دارن اصلا میشنسن همه گیلی کنم شده دارن. امروز آمدن به تاجیکستان مهمان هستن، مهمان جناب بشیر خان هستن و همه ما مهمان جناب بشیر خان هستیم. در پروگرام خاص هست و استاد از بنیاد پیوند آریانا صحبت کردن. سال قبل انجمن فرهنگی آریانا، انجمن فرهنگی آریانا خودت از مؤسسین بزرگش بود، یکی از نام داشتن و حالا این نام انجمن بنیاد تغییر کرد. یک تغییر بسیار کاملا کیفی و کامل نشان میکرد. انجمن از نظر بسیار صلاحیت قانونی و حدودی کارش با بنیاد بسیار تفاوت میکنه. بنیاد یک مساحت بسیار وسیع را بر میگیره و انجمن یک اصلاحای بسیار محدود را یک تعدادی کسی را اقشاری به خلیفی را بر میگیره و استاد امروز موفق شدن که در ایالات متحده امریکا بنیاد پیوند آریانا را تأسیس کنه. آریانا یک نامی تاریخی، یک نامی که به 3500 سال تاریخ افغانستان و مردم افغانستان و اقوام و قبایلی که در سلمی زندگی میکنن اثبات دادن و استاد ضیاء امروز موفق شدن که یک بنیادی را تشکیل دهند. بنیادی که اگر شکل سیاسی هم بخواد بگیره از پشتون و تاجیک و هزاره و ازبک و ایماق خدمت میگیره، اگر شکل فرهنگی و تاریخی هم در بر بگیره از گذشته های قبلستان و چند هزار سال قبلستان تا امروز در بر میگیره. این نام یک نام بسیار بزرگ است. امروز که استاد موفق شدن که یک بنیاد را تأسیس بکنن، مقصد اینه که جوانان را بسیار بررسی ساختن که در این اساس فعال بوده باشند. جوانان یک قشر بسیار فعال جامعه هستند، زنده هستند، نقش شدن. اراده استاد و تصمیم استاد بسیار به اهداف مردم افغانستان و مخصوصا جوان افغانستان نزدیک است. در تاجیکستان تشریف آوردن تصمیم استاد را خوش آمدید میگوییم به شما دوست و همکارشان که جناب همکار جانسن و آمدن جناب آقای سید آقای قدرمانی. اینا یک شخصیت اجتماعی، یک شخصیت سیاسی دارد کارهای اجتماعی و افغانی و اجتماعی مردمی دارد افغانی که در افغانی دارد و جناب دگروات واجد خواهد دارد. جناب پیرسیب امون جان که آقای سید مبولاوی به کنارش قرار دارن، از جمله شخصیت های متنفذ سیاسی و اجتماعی و سیاسی افغانان تاجیکستان هستند. امروز استاد
یا میمون همه دینا هستن و میزبان همه دینا با تلویزیون هستن و یکی از جوانی بسیار شایسته یا جوانی بسیار فعال یک جوانی که بسیار در رای وطن و مردم و خدمتگذاری از این سیدا کلی دارید هیچ کسی این کار کنه میتونه رئیس کسی مولا خان هستن آقای ناکردادی هستن فعال هستن که مردی که واقعا افتخاری ادبیات ما هستند، هم فیلسوف بودن هم عارف. یک چند با کودکی با استاد شدیم، یک چند زی استادی خود شاد شدیم. پایان سخن شنو که ما را از خواب در آمدیم و برباد شدیم. می‌دونستم که این کشور برباد کرده ما دوباره با کمک جوانان سلو آرامی دیگه خداوند دوستا را همیشه اتفاق و اتحاد نصیب کنه با خصوصال قیب و شما را هیچ خلالی در بینی وارد بشوه اکرستان جزی اکرستان جزی القیب و شماست دیگر همیشه آباد و رباد و دسترخان پر از نعمات و پر از عافیت و خانه و فامیل پر از خیریت دارد لا یامین و ما توفیق الله بالله علیه تو وکل تو الهیم آمین بینندگان گرامی برنامه نگین هویت عرض سلام و درود دارم. من فعلا در شهر دوشنبه تاجیکستان به سر میبرم و به سلسله گزارش هایی که از شهر دوشنبه داشتم اخیرا مصاحبه با جناب روح الله خان یکی از جوانان فرهیخته که تحصیلات خود در این رشته اقتصاد در جمهوری تاجیکستان به پایان رسانده و دست به تشبثات تجارتی زده و امروز الحمدلله صاحب یک کمپانی و یک تجارت تقریبا در ساحه همین منطقه تجارتی بین المللی هست. ما قبلا راجع به ابتکارات و تشبثاتی که جوان فرهیخته انجام داده بود حرفهای از هموطنان شنیده بودم. وقتی که به دوشنبه آمدم واقعا این جوان فرهیخته لطف کردن و بنده را به درچی که داشتن در ورزاب یا به اصطلاح ویلایی که در ورزاب داشتن
اونجا دعوت کردن با عده زیادی از هموطنان عزیز. در کمال بسیار جوانمردی و فروتنی طبق هموطنان قصه میکنند، همیشه هر مهمان و هم وطنی که به تاجیکستان میان، اولین کسی که به سراغ از او میره و مورد مهمان نوازی و قرار میگیره امی جناب رئیس رولا خان است. و شاید برای هموطنان عزیز سوال خلق شود که چطور ما کسی که همیشه در موضع دفاع از مردم و غربا و فقرا قرار داشتم، امروز در ثنا و مدح یک جوان حرفای میزنم. ولی به مصداق از او که در فرهنگ ما گفته که توانگرا دل درویش خود به دست آور، که مخزنی زر و گنج و درم نخواهد ماند. بدین رواق زبرجد نوشته اند به زر، که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. انگیزه صحبت و معرفی ای جوان ای نظمه ای هست که ای جوان یک الگو و نمونه هست بر دیگه کسایی که صاحب پول و مکنت و دارایی هستند. این جوانی فرهیخته که با سخت کوشی و تلاش شباروزی خود یک کارخانه و بزنس را به وجود آورده که به قول خودشان 100 نفر هموطن مصروف کار هستند و از زکات و از درآمدی که داره همیشه سخاوتمندانه به مردم کمک میکنه. و قراره که رئیس عبدالدید خان، جناب آقای سید عبدالوارث خان و دیگه هموطنا نقل قول کردن همیشه ای جوان در کارهای خیریه و در امور فرهنگی اینا سهم گرفته و کمکایش به هر جایی رسیده. و یکی از ویژگی ها بارزی که رولا خان از دیگه هم قطارایش تفکیک میکنه، تواضع بسیار طبیعی و خوی جان مردانه ای هست. با او خاطر ما یک مصاحبه با اینا ترتیب دادیم و می خواهیم به هموطنا در سر تا سر جهان اینا رو معرفی بکنم که تا باشه دیگر کسایی که بزنس دارن و تجار هستن و سرمایه دارن از این جوان یاد بگیرن که پول داشتن چی مزیتی داره در صورتی که احساس عالی انسانی آدم در پهلوش داشته باشه. فقط به فکر جیب خود نباشه، بلکه در پای سود و به اصطلاح مفادی که به خود داره با هموطنا هم فکر بکنه. شما رو دعوت میکنم به مصاحبه ای که با این جوان نازنین ای شما و ای هم مصاحبه روح الله خان شهر دوشن. دوستان عزیز، من امیل ازاد دفتر کاری جناب رئیس رولا خان قرار دارم و رئیس رولا خان یکی از جوانان با احساس و با درد افغانستان و از مدتی بسیار سالان زیاد است که در تاجیکستان تحصیل کرده و همینجا کار و فعالیت دارند. جناب رئیس، از شما خواهش میکنم که خود معرفی بکنیم. بسم الله اسمو شریف تخلصم در ولایت بدخشان در شهر فیض آباد تولد شدم. در سال 90 از طریق کمک های دولت مرحوم دکتر نجیب به تاجیکستان برای تحصیل آمدیم. در تاجیکستان فاکولته اقتصاد خانم خلاص کردم. بعد از سال 98 تالی را تجارت دارم، یک کمپانی شخصی ساختم که در حدود 100 نفر کارگر دارم. ما همه ایجنسی کمپانی پروکتر انگمبلا در تاجیکستان دارم که با فارسی چی بشه ترجمه زیم؟ ایجنسی با فارسی میشه ایجنسی برای کلمه استاندارد است، برای زبان انگلیسیش به حساب دیستریبیوتر میشه و به حساب فارسیش ایجنسی میشه که کمپانی پروکتر انگمبلا ایجنسیش سال 2002 تا امروز در تاجیکستان دارم و همه تاجیکستان رو با موادای تولیدی کمپانی پروکتر اند گمبل تامین میکنم. مصروف زندگی و کار هستیم. بسیار زیاد شکر. واقعا شما واقعا، چون من نمیدونستم شما اقتصاد خوندین و یکی از دلایل موفقیت شما این بوده که شما واقعا
به اصطلاح تحصیل در رشته کرده بودین و با شما تبریک میگم. شما در رشته خودتان واقعا مستر خدمت شدین. یک شما 100 نفر به کار انداختین، یک کار بسیار بزرگ است. 100 فامیل شما به اصطلاح یاشاو عبادت میکنین. بعد از اینکه شما تحصیلات خلاص کردین و کارهای تجارتی رو شروع کردین، اول چی فکر میکنین وضع تجارتی که فعلا هست، به اصطلاح تجارت بازاری آزاد؟ و شما وقتی که تحصیل کرده بودین فکر میکنم در وقت اقتصاد سوسیالیستی بوده، تفاوت های از این رو چطور میبینین و وضع اقتصادی تاجکستان چه قسم ارزیابی میکنین؟ وضع اقتصادی تاجکستان نظر به سالا که ما تحصیل کردیم در وقت اتحاد شوروی در سال 91 از بین رفت، تاجکستان آزاد شد، مستقل شد. بله مستقل شد. بعد از او کمتون جنگ های داخلی بود، در بسیار مدتی کم در جنگ های داخلی هم از بین رفت. بعد از او استاد تاجکستان رشد کرد. امروز شهر دوشنبه نظر به سال گذشته که 10 سال 15 سال پیش مقایسه کرده نمیشه و در سیستم بازاری آزاد بهترین آزادی در بیزنس، در تجارت، در آسیای میانه. ما قطع قزاقستان هم کاری داریم، قطع ازبکستان میریم میاییم، اوروی قرغزستان اینجا در همگی ازی تاجکستان جای اول قرار داره. مثل بازاری آزاد، گرچه دور از سرحدات مستقل با هم از طرف افغانستان داره و به طرف ازبکستان داره. بعضی رو کشور است که از طریق ترانزیتی، اما بار تولیدات همه کشور رو از طریق ترانزیت میاد. در هر حالتش امروز اگر پیش رفتی شهر زندگی مردم نظر به سال پیش از 2000 بهتر و خوبتر شده، تفاوت کرده. بله بسیار زیاد تفاوت کرده. شهر ساخته شده، خدمت شده. راه های تاجکستان در حدود چند هزار کیلومتر راهش جور شده. در این سال های اخیر چند تا تونل جور شد، از این جمعه یک تونل در سال گذشته جور شد که در خوجند دوشنبه سابق 14-15 ساعت تا 20 ساعت ما تا خوجند می رفتیم، اما آلی در 4 ساعت 3.5 ساعت خوجند می رویم. این تونل ها ساخته شد. وزیر اقتصاد تاجکستان از طرف سرحد افغانستان آزاد است، از طریق پاکستان، از طریق افغانستان، مواد پاکستان، مواد دیگه کشورهایی که از این طرف است اونا می آیند. در هر حالت به اقتصاد تاجکستان تاثیر خوب داره و زیادتر تاجیک ها در روسیه کار میکنن. از طرف همسال کمک میشن که به اقتصاد و در بازار و اثار خارجی اینا تاثیر زیاد داره که دائم مثلا پول کلان از طرف کارگرای که در 1 میلیون تاجیک در روسیه کار میکنن. من اینا مانع کم و بیش به خانه و اثار میکنن، اثار در بازار همیشه پیدا میشه. تفاوتی بلند شدن پسشن اثار در چشم دیده نمیشه، اگر میشم بسیار کم است. با اون خاطر وضع اقتصاد تاجکستان رو به بهبودی است و کشورم رو به بهبودی و رو به بالا رفتن است. ما مون در اینجا کار میکنیم، زندگی میکنیم. ما مردم یه آرزو داریم. ما در سال گذشته از 10 نفر کارگر شروع کردیم، امروز 100 نفر کارگر دارم. یعنی که ده چند از روز شروع کردم بیزنس ما رشد کرده. بیزنس ما رشد کرده معنیش که در مجموع کشور رشد کرده. بله بسیار ما خاطر ما از کار، از دولت، از تجارت آزاد سیم، خوش سیم، کدام پرابلمی نداره. مسئله رئیس عبدالله خان بندر چین چه قسم است؟ آیا دولت تاجکستان موفق شده که رای ترانزیتی با کشور چین، چون همسایه و همسرحد است؟ داره بندر داره که بندر اصل در مرغاب از طریق اون چین امروزه، یعنی از چین، از سینکیان، سینزیان، امروز سینزیان است که سابقی به نام یوگرستان یاد میشه، یوگرستان میفته مندر آرکند و آرکند. از اون طریق همه مشکلات هست که او منطقه برفی است، از طریق کوه پامیر است. بعضی وقت در زمستان مشکلات خچه داره، در غیر از اون میاید مثلا بندر هست، بندر هست. بدون از این بندری که از طریق قرغزستان هم بندر باز شده، موتورهای تاجیکی، موتورهای قرغزی از اون طریق هم میاید. در این روزا بعضی بارای ما قزاقستان میاید قرغزستان، از قرغزستان میاید تاجیکستان. دیگه بندر است که به خوجند، او رو هم از قرغزستان به خوجند میاید.
و این بندری که مستقیم به تاجیکستان به دوشنبه میآید به بندری از طریق چیز می از آش آش بله از آش میآید در اینجا در جلیکول در تاجیکستان در جلیکول میدره و از جلیکول میآید چون ترانزیت برای افغانستان هم فعلا مثلا چیزایی که از قرغیزستان و روسیه و جایی که میآید از طریق قرغیزستان میآید آش از آش میاد جلیکول از جلیکول میاد دوشنبه از دوشنبه شیخان بندر میره خوین راه تقریبا راه ترانزیتی زیاد شده واسه سابق تنها راه ترانزیتی راه ازبکستان بود تاشکند میومد از تاشکند میومد یعنی که تاشکند میومد خجند میومد و فعلا همه راه باز است طرف از طرف افغانستان آزاد شده میشه بسیار مواد زیاد میآید از طریق افغانستان مواد پاکستان از ایران بعضی وقت از ترکمنستان تا میآید از طرف افغانستان میاد تاجیکستان داخل میشه این طرف از طرف قرغیزستان مواد از تاجیکستان به افغانستان چی اقلاب صادر میشه؟ تولیدات همه در وقتهای آخر قراره که شنویده میفهم مثلا سیخ گل آهن با سیخ گل اگر پاک بعضی فابریکای تولیدی در تاجیکستان جور شده همین ها زیادتر همین سال همین زیادتر همین رفت دیگه پخته از طریق تاجیکستان به کشورهای دیگه زیادتر از طریق افغانستان پا سال گذشته رفت یعنی با موسم و وقت شروع میشه در آینده ایران هم از طریق افغانستان مواد صادر میشه یا؟ از ایران هم که میاییم وقتهای اخیر کمتن میاییم بعضی از طریق ازبکستان داخل میشن بعضی از طریق افغانستان داخل میشن میاییم از اینجا با پاکستان اینجا سال گذشته پخته و بعد چیزایی که تولیدات تاجیکستان داشت میرفت از طریق افغانستان دیگه سیخ گل این آهنبا و از خود تاجیکستان به افغانستان میرفت بسیار زیاد ممنون شما من نمیفهم که شما برنامه های تلویزیونی که در مهاجرین افغان در ایالات متحده امریکا به خصوص در شهر لس آنجلس و اورنج کانتی پخش میشه از جمله تلویزیون صدای افغانستان و برنامه ای به نام نگین هویت که ما داریم شما را گوگو میبینین از طریق گوگو میبینیم کم کم میبینیم بله چون مشکلات اینترنت وجود داره بسیار زیاد ممنون شما پیامی به هموطنان مهاجرتان که در ایالات متحده امریکا هست چه پیامی دارین به همگی دوستا و وطن‌دارا به همگی همزبانا همگی دوستایی که از افغانستان در هر جایی که هستند به همهشان موفقیت زندگی خوش صحتی سلامتی خدا کنه که افغانستان روزی آباد شد ما همگی آرام شوه آباد است آرام شوه که ما همگی از همه دنیا سرازیر به طرف افغانستان بریم آینده و زندگی باقی مانده در افغانستان بگذاریم بسیار نیتی نیک و تشکر فراوان از شما در اینجای چیزی بسیار جالب شد برای همتنا باشه یک سرپوش چاینک است که در آسیای میانه چای سرد نگاه نمی کنه و وقتا ترموز نبوده دیگه این همزیوی چی است این اگه ما این را پس کنیم چاینک را می بینیم در زیرش به اصطلاح سنتی همین مردم نگاه شده یک جا تشکر از شما رئیس برالله خان ما کارکنان تلویزیون صدای افغانستان و برنامه نگین هویت موفقیت های هرچی بیشتر شما را از خداوند آرزو داره و امیدوار هستم که دامنه فعالیت های شما همین رقم در افغانستان رشد بکنه و خدا شما را توفیق بده که بتوانید در افغانستان هم بیشتر هموطنان را مصروف بسازید و تا جایی که من میدونم متاسفانه یک کسایی که واقعا مسلکی نیستن اقتصاد نمیفهمند فقط اونا مصروف کارهای هستن که به اصطلاح مواد مصرفی را به افغانستان میرن و کارهای اساسی و بنیادی نمیکنن امیدوارم که روزی که دوباره شما را ببینم شما هم شاید موفقیت های بیشتر تان باشه تشکر است زنده نباشه سلامت باشه دوست اینجا یکی از گودام های شرکت رئیس برالله خان است بسیار منظم ارکندشن داره مواد غذایی به صورت درست استانداردش نگهداری میشه درجه اول متاسفانه در افغانستان
در افغانستان اکثرا ما دیدیم که شیر و بعضی مواد در دکانه بسیار گرم در حرارت که او فاسد میکنه مواد باید از 20 بالا هم نشه که انجمن داشتم اعضای انجمن لطف کردن به خصوص حسن الدین نماینده ای از انجمن که ما را همراه شش نفر از برادرای ایرانی گروه سما که از ایران آمده بودن به این جشن ما به کولاب و خاولین رفتیم یک سفر دروزه و اونجا در جشن استقلال تاجیکستان ما به حیث نماینده افغانستان اشتراک کردم. از دست رحمت پترو میدال داری خب بسیار خوبی هم مدال تا هم ما اینا جمع اومده و آزمونه تا مشترک کردیم خواهران جایی که بازه فکر نمی کردیم یک روز در تاجیکستان در خواهران باشیم مردم بسیار خوش و خوشتفت دارد هوا هم سردتر از کلاب و دوشنبه است و جای همه دوستان در هر جای دنیا که از در خواهی است انشاءالله که شاد باشید و خورم. اسم من هست زیای حافظی، مدت بیش از 18 سال در تاجیکستان نان نمک خوردیم، اینجا کار کردیم، فعالیت کردیم با ارتباطی انجمن پیوند، شادروان آسیمی و کمال یعینی. بعد سال 2000 برای آمریکا رفتم، مفیلا اونجا مسئول کنسته فرقی است، یک تیزیون داریم بنامه مدین حدیت، مربوط به دویشنو زبان ها هست. ما بسیار زیاد رفای آقای بدخشانی را تایید میکنم، واقعا در روزهای بسیار دشوار من هم در تاجیکستان بودم، جنگ های داخلی را همینجا بودم و هیچ تصور نمیکردم بعد از اینکه ما بعد از تقریبا 10 سال آمدم فکر میکنم که از یک دوزخ و برزخ در بهشت بودم. واقعا این ثمره کار شما جوانا و خصوص و رهبریت امام علی رحمان رئیس جمهوری تبیین میکنم عزیز بسیار خوشبخت هستیم، بسیار خوشحال هستیم که هر روز شاهد ترقی بیشتر و تمدن خوبتر تاجیکستان هستیم و تاجیکستان برای ما مرکز بسیار شکوفایی زبان فارسی است. در ایران و افغانستان یک مقدار گپای دیگه است ولی یگانه کشوری که واقعا دلش میسوزه به این فرهنگ گذشته پارینه ما تاجیکستان است و زنده باد تاجیکستان. So, we would like to very much thank the Balashwani and of course the mayor for this wonderful hospitality. This is our first trip to Tajikistan and it has been an amazing trip so far.
We are very honored to have seen what we saw today and very impressed with the hospitality and generosity and kindness of the Tajik people. So thank you so thank much. You much. Thank you very much. دوستان گرامی گروهی سما هنرنمایی میکنن. شما رو دعوت میکنیم به دیدن موسیقی کلاسیک ایران. موزه کجا زکای حسن الدین؟ موزه قصر گلبو کجا همین مسئولش داره توضیح میداد ولی همه این بازیافته که اینجا میبینید این چیزاییست که از همش از همین قلعه از حفریات بدستن از حفریات ولی حفاری کردن حفاری کردن خیلی نست و بسیار خوب برای بینندگان واقعا جالب است چون تاریخ تاریخ مجسم میکنه مجسم گذشته هر یک نفر است و تاریخ آینده مردم رو چکار میکنه؟ میسازد و میسازد اینا راهنمایی میکنند چیزای سفالینی بله چیزای جالب و مخصوصا اینجا قلعه هولبوک پای دیوار و دیوار اصلی هزار و دویست سال پیش بله آقای پهلوان دوان کردید؟ قسمت پایین بالای ساخته شده اینا ساخته شده در شکلی همون بکن ساختن در تو یه باش ساخت میشه تکشین میشه تکشون میشه سه مراتب آتش داده شده بله هم این دوره ای که عرب ها هولبوق رو آتش دادن این دوره ای که ترک های قرخونی مراتب دویم هولبوق رو آتش دادن این مراتب سیوم که ترک های سلجوقی هولبوق رو آتش دادن و بعد 900 سال این زیر خاک ماند دیگر من به همین نقطه میمونم چون که سلامت این هم یک عروسی مردم هولبوق است Thank you.
آقای بله شاعر مردم تاجیکستان و فیلن رئیس اتفاق نویسندگان کلاب اتفاق نویسندگان ولایت خطلان خطلان بله رئیس اتفاق نویسندگان این پالوتان هم دخترچه شتخیل شاگردان است در پالوی من نکه از شاگردان من ایساده است که از پدیده‌های نوی شعر تاجیک هستم اون چیزی که شما علاقه ده با یک نمونه شناس شدیم شناس شدیم شما خدا معرفی کنید یک نمونه شعر تا حسنگل رحیمزاده خیلی آواز خدا خوشتاره خدا من دانشجوی کورس چهارمی فاکولته فلسفه تاجیک و ژورنالیستیکای دانشگاه دولتی کلاب به نام عبدالله رودکی یک شعر از ایجادات خودم میخونم در خیالم سبز شد ابروی دوست شید سان روزت ز جانم روی دوست یاد او خورشید شد در قلب من بس که آید آفتاب از کوی دوست مان که خارش روزند از جان من تا شود گلبند زیبا پای دوست جای دیگر حیف باشد بحر او بستر دل مان که باشد جای دوست همون عباره که در خیال من سبز شد ابروی دوست سبز شد ابروی دوست تعبیری نسبتا نواز بدی است یک چیزی بدی است آقایون و خانمهای محترم مفتخرم که در 22 جشن استقلالیت تاجیکستان در خدمت شما هستم تشکر جشن استقلالیت تاجیکستان تنها برای تاجیکان پیروزی نبود برای تمامی فارسی زبانان پیروزی بود جشن استقلالیت تاجیکستان تشکر تنها شما تاجیکان شیرینیش را نچشیدید تمامی فارسی جهانان زبانان جهان از این استقلالیت از این آزادگی شربت شیرین نوشیدند و من مفتخرم که نقل نماد آریایی را امروز برای شما بیان می‌کنم عزیز برنامه نگین هویت ما میلازه در شهری خوالینگ استیم جشن استقلال تاجیکستان بود و مراسم قبلا شما دیدین در اینجا با یک دکتر بسیار مجرب و یکی از دوستارای احمدشاه مسعود سرخورده ایم و از اینا خواهش میگم خودشان معرفی بکنن و قراری که باشید دیدیم اینا یک کلینیکی هم کلینیک شخصی ساختند که اولین کلینیک در تاجیکستان است و نامش هم به نام احمدشاه مسعود گذاشتن اکا مرحمت خدا معرفی کرین اسم من از هیجان میرزالی من طول 40 میشهد که در خدمت جرایی هستم در بسیار مملکت های اروپا و آسیا سفر کرده تجربه مختبرم پس از قرار حکومت جمهوری تاجیکستان آید طب خصوصی من سال اولین در جمهوری خصوصی کلینیک خصوصی جور کردیم و پس از یک سال فعالیت ما وقتی که امیرصاحب احمدشاه مسعود فوتید به طور فاجعوی با قرار جلسه این مرکز ما به نام برای بزرگداشت خاطرات این مرد جسور این مرد به نام تاجیک افغان به نام احمدشاه مسعود گذاشتیم و طول 12 سال بشد این مرکز جرایی ما زیر
ابراه و روح و نام احمدشاهی مسعود فعالیت دارد. از این درگاه نامزدهای علم طب بسیار شاگردان ما که در تمام دفاتای مملکت های مشترک المنافع ترجمه میموزند و میخونند برآمدند. مرکز جراحی در طول این 12 سال زیاده از 7000 بیماری را مورد معالجه قرار گرفتند که همه اینا از عملیات های جراحی گذشته بودند. این یگانه مرکز جراحی بود در طول 5 سال که فقط یگانه بود در جمهوری تاجیکستان. میبخشید این مرکز جراحی شما را کی تمویل میکنه؟ کی پول میپردازه؟ کی کمک میکنه؟ دولت تاجیکستان میکنه یا؟ مرکز جراحی ما یگان از طرف دولت یگان کمک وای نمیشد، فقط با دستگیری روحان دستگیری میکنن تمام، اما کمک مالی از طرف جمهوری تاجیکستان نشده است. بسیار سرفرازیم که بعد 1 سال فعالیت مرکز جراحی پرزیدنت مملکت محترم امولی رحمان به این اولین نخستین کلینیکای خصوصی مرکز جراحی در تاجیکستان بوده تشریف آوردن، از این دیدن کردن و فعالیت ما بها دادن. من طول 12 سال می شود که ما خود با مبلغ خود کفاست این مؤسسات بین ملی مراجع نکردیم که براتون کمک کنن؟ زیاده از 7 مؤسسات بین ملی مراجع کردیم، اما از طرف اونه همون کمک نشد. برنامه ها اینشو کردیم، پروپازل جور کردیم، تهیه کردیم، فرستادیم، ولی اونا باید بکنن برای اینکه بس از این برادر خوردی ما که شهروند ایالات متحده آمریکاست و من سوال کردم چرا اینا کمک نمی کنن؟ نخستین مرکز جراحی خصوصی است. برادر ما گفت آمریکایی ها گفتن که نام احمدشاهی مسعود از این مرکز گیرید بعد ما اینا کمک میکنیم. من گفتم اگر تمام من که تشکیلات بین المللی آمریکا به ما کمک نکنند، من نام احمدشاهی مسعود این ناموس فکر میکنم درست نباشه. بسیار زیاد تشکر از یاد گفت. سلام. محفل ما را رنگین تر ساخته را قرار بود که من سخنرانی درباره کارنامه ها و شخصیت عامر صاحب داشته باشم، اما فکر میکنم که صحبت ها به قدر کافی از دانشمندا و بزرگوار شنیدید و سال هاست که درباره شخصیت عامر صاحب میشنویم و کتاب ها چاپ شده و همیشه هر سالگردش تجدید میشه، چی در افغانستان، چی در کشورهای اروپایی و امریکا. و فکر میکنم که مجلس امروز هم یکی از مجالسی بود که به نحو خود شاید بهترین بوده باشه، برای اینکه شخصیت های بسیار قابل قدری را که در افغانستان واقعا مردم دوستشان دارن، مثلا خانم گلرخسار لطف کردن در مجلس امروز تشریف آوردن که واقعا شعرهایشان هم مردم افغانستان دوست دارن. و همچنان خودم هم چند سال پیش یک مصاحبه در رادیو داشتم با ایشان. همچنان سفیر من در باره احمدشاهی مسعود قصه‌های زیادی دارم، هرچند که ایشان ندیده بودم. و حال اگر بگم که دو دشمن احمدشاهی مسعود دوستان من هم من سنگوارا نکنی. من 3 سال در پارلمان آخر شوروی در کرملین با این دوستا کار کردم، دوستان باقی هم. چون که اینا هم قربانی بودم، اینا هم جنگ فرستاده بودن از دو شوروی. اینا اکثر بیدم از احمدشاهی مسعود و من خوشبختم که توانستیم که در همین برنامه شوروی تجاوز بودن این هجوم شوروی را ما توانستیم که ثبات بدیم، هرچند که شوروی وجود داشت. و از این البته معرفی کردم، من حسین الدین غفوروف
متخصص درجه عالی انجمن تاجیکان و فارس زبانان جهان پیوند که الان ما اونجا حضور داریم و این هم اتاق کاری بنده و من مسئول بخش رابطه های فرهنگی با کشورهای فارسی زبان ایران و افغانستان و عموما فارسی زبانان کل دنیا هستم و خوشحالم از اینکه دوستان ما و همزبانان ما از کل کشورهای جهان به جمهوری ما تشریف میارند و آمدن دوستان از همیشه برای ما به گفتی تاجیکا توی بوده است، یعنی یک خرسندی بوده است. بله، و دوستان نیز خودشون شاهد بودن در این سفری که ما به استان ختلان، شهر کولاب، ناحیه خاولین و چخلی که شما ذکر کردید قلعه هولبور و دیگر ناحیه های استان ختلان سفر داشتیم، برای ما نیز بسیار خوشایند بود. معمولا ما درسته که فارسی زبان در چند کشور زندگی میکنیم، ولی همین سفر چون که خودتون شاهد هستید دلیل و بیانگر این است که ما فارسی زبانان همه یکی هستیم، همه یک دل هستیم، همه یک راه هستیم، یک مرام هستیم و از همین خاطر است که زود با هم اوس میگیریم و یک پیوند ناگسستنی هرچند در سالهای قبل از لحاظ سیاسی داشتیم، ولی خوشبختانه نزدیکی قلبی و فرهنگی و درونی داریم و کارهایی که پیوند انجام میدهد معمولا کارهای فرهنگی هستند، یعنی معمولا ایجاد رابطه های فرهنگی بین فارسی زبانان جهان، ایران، افغانستان و فارسی زبانان جهان که در کل دنیا زندگی میکنند. و من میتوانم با اطمینان و افتخار بگویم که انجمن تاجیکان تا حد همین کار خود را یا همین مأموریتی که ما داشتیم توانستیم انجام بدیم، ولی این هنوز در پیش بحری بیکران ادب فارسی خیلی کم است و ما تصمیم داریم که در آینده برنامه های فرهنگی خود را بیشتر بکنیم و مردمی فارسی زبان را از کل دنیا دعوت کنیم به کشوری خودمون تاجیکستان عزیز و آشنایی بیشتر پیدا کنیم و همچنین برنامه ها نیز در نظر داریم که به کشورهای خارجی و اونجایی که مردم ما زندگی میکنن و من فارسی زبانان سفرها داشته باشیم و خودی همین تبادل فرهنگی باعث شناخت بهتر و همکاری بیشتر میانی فارسی زبانان دنیا خواهد شد. و من اظهار خرسندی میکنم که در این سفر همراه با جناب آقای حافظی بودیم و برای ما نیز بسیار خوش گذشت و هر کسی که من وام میخوام شخصا چی از کشورهای اروپایی باشد، چی آمریکایی و چی فارسی زبانان کل دنیا یک چیز یاد میگیریم و در طول این سفر خیلی چیزا بود که از جناب عالی نیز ما یاد گرفتیم و امیدوارم که این سفر اولین و آخرین شما به تاجیکستان نبود و نباشد و در آینده شاهد سفرهای بیشتر و استفاده بیشتر از شما دوستان فارسی زبانی جهان باشیم. تشکر یار، زنده و صحبت باقی اکی حسنی خان. تشکر، یک جان، ممنون شما. بینندگان گرامی برنامه نگین هویت، به سلسله گزارشات قبلی که از جمهوری تاجیکستان داشتم، اینک با معیت سید قادر مجددی، دوست و همکار ما در جمهوری تاجیکستان، در دفتر امروز نیوز، یکانه روزنامه‌ای که در تاجیکستان از 3 سال به این طرف فعالیت دارند، با رستم جانی، جان جانی که تعبیر دیگه نشد، اینا رستم جانی در تاجیکستان، اینه پسوند منصوب بجان است. و در دفتر از جا قرار داریم. اینا یک جوانی بسیار زیاد سخت کوش و جوانی که واقعا ابتکار بزرگی کرده در تاجیکستان در این شرایط بسیار زیاد و از بین اقتصادی. ما در دفتر از یا هستیم و تشکر میکنم اول از شما که ما رو پذیرفتیم. خوش آمد، زنده باشین. دیگه اگه رستم جانی، ما از شما سوال میکنم که چی دلیل باعث شد، یعنی چی ضرورتی بود که شما همه کارهای دیگه رو بودیم گذشته از اینکه شما ژورنالیست هستیم دست به یک ریسک و یک دایم بزنین که و مشکلات اقتصادی را بدور داشت و شما چی انگیزه و علتش چی بود که امین قبلا اصلا کشودن یک گزیت هر روز در تاجیکستان یک
از دیر باز بود که مولیدیم صحبت بود، دائم در دایره ژورنالیستان، ادیبان این مسئله را مطرح میکردن که ما یک کشور مستقل هستیم و روزنامه نداریم. واقعا هم بعد استقلالیت تمام گزیتهایی که چاپ میشدن هفته یک مرتبه به نشر رسیدن و دائما برای من همچون یک فرزندی کشور در داور بود که نمایندگان ملت ما حرف از ناتوانی و نرسیدن دست میزدن، میگفتن که این یک کار است که از عهده او عین زمان ما نمیبریم. و دیگر مسئله این بود، یعنی ما تصمیم گرفتیم که از جمله اون کسایی باشیم که این حرف برای خود نگوییم و یک تصمیم گرفته باشیم. در تاریخ ما هم زیاد نفرانی بودن که مشکلات زیاد اقتصادی و اجتماعی هم داشتن قبلا، اما این مانع او نشد که یک چیزی نو ایجاد کنند یا یک تصمیم بگیرن که در اون زمان این تصمیم کسی نگرفته باشه. بگیریم همون استاد صدرالدین عینی را که یک تصمیم های خیلی بزرگ گرفت که امروز یادگاری های بی‌نظیر را از دوره خود برای ما مانده است. یعنی من گروه دوستانم را جمع کردم، گفتم که اگر زمان همین نیاگان ما تصمیم به همین کارهای بزرگ زدن، برای چی ما امروز یک اظهار ناتوانی کنیم؟ اگر ما نکنیم پس کی باید کند؟ بیاید یک تصمیم میگیریم. خب همین تصمیم نتیجهش همین شد که 3 سال باز امروز نیوز در فضای اطلاعاتی جمهوری تاجیکستان پیدا شد، یعنی گزیت هر روزه هفته 5 این روزنامه هر روزه است. روزنامه هر روزه است. قبلا نبود روزنامه. قبلا تا برآمد امروز نیوز روزنامه ای که مستقل باشد و شخصی باشد و آزاد باشد و در عموما اگر تاریخ مطبوعات تاجیک را گیریم با استثناء اون روزنامه های دولتی که در آوان شوروی به نشر رسیدن، در تاریخ تاجیک میتوان گفت که این اولین روزنامه است خصوصی است که هر روز نشر فعلا باشد. روزنامه دولتی چی هست که هر روز بشه؟ اونا هر روز نیه، هفته 3 مرتبه نشر میشه. بازم روزنامه نیست که دولت هم نداره کار. دولت اونا را به نشر میرساند. خوب همین تصمیم ما اونا را مجبور کرد که از سال نو علاکه یک نام روزنامه بس شما مفتکر هستن باید دولت به شما کمکی میکنه. این یک تجربه تجاری هم بود، یعنی تا حالا این روزنامه از حساب آبونه و از حساب رکلام هایی که ما نشر میکنیم مبلغ خطه به دست میاره و ما صرف در به تجارت مشغولیم. تجارت یعنی که ما خبرها و چیزهای لازمه به اصطلاح شما خودکفاست. بله. و راستی ما در گذاری که این طرف تا شهر دوشنبه داشتم هر جای ببیدم که روزنامه امروز نیوز جلب توجه میکنم. در باره محتویات خود روزنامه عمدتا فقط گپای خبری هست یا مسائل ادبی و مسائل تاریخی و دیگه مسائل هم جای نشد میشه؟ ما اصلا بگیریم سمت فعالیت ما اطلاعات تحلیلی است، یعنی ما بیشتر به حوادث سیاسی و اجتماعی از اون جمله فرهنگی هم دست میزنیم. هر چیزی که مال اطلاعات است و هر چیزی که در امروزه حیات ما با وقوع میپیوندد او را امکان پذیر است که تحلیل کرد و اون چیزا برای مردم خود ضرور میسوبیم در صحیفه ما پیدا کردن ممکن است. یعنی در اینجا صحیفه چرا نه، ما این به تازگی نشری یک کتاب بزرگ شاعر اسفندیار را به انجام رساندیم که فاجعه ملت تاجیک نام داشت و از آوان نقل میکرد که اولین بار مردم ما دولتداری خود را تاسیس دادن، یعنی در آوانی که انقلاب اکتبر شد و بعد سال 1917 و مبارزه های ملی و محلی و یعنی همه چیز در این کتاب انعکاس خدا یافته بود. و ما میدونیم که امروز در شرایط تاجیکستان دسترس نمودن یک همچنین کتاب برای خواننده خیلی مشکل است
برای همین ما این کتاب قسم قسم هر روز نشر کردیم و خیلی هوادارهای زیاد هم پیدا کرد. از اون به شکل یک سریال گونه هر روز یک قسمت بله بله از اون همچنین ما بحث‌های مذهبی را خیلی در اینجا از مذهبی که خیلی اکتوالی هستند امروز، یعنی هر یک هدف ما این است که برای مردم خودمان همچنین مذهب اونا را دین اونا را معرفی کنیم، چون که با راه آن که مردم خیلی آگاهی فراخ داشته باشد از دین خود رهگومی ندارد. ما از این نقطه نظر موضوع خوبی را مطرح کردید، مسائل دینی در شرایطی که روز راستی جوان بنیادگرایی ها و تعبیرهای از دین هست. ما یک چیزی کمبودی را میبینیم اینجا که در لوحه هایی که میبینم و در مجله و روزنامه های شما از او جمله، هیچ آثاری از خط نیاکان نیست. آیش فکر میکنین یک کمبود نیست به خاطر از این که تنها کسایی که کلیت میدانن که در جمهوری تاجیکستان هستن از این استفاده میکنن؟ حالا که فارس زبانان و تاجیکان در سر تا سر دنیا هستند، افغانستان، ایران، کشورهای دیگه و این مهاجرت ها مثلا در امریکا بیش از یک میلیون ایرانی و افغان اینا وجود دارن، اینی از این محروم هستند؟ یک محدودیت نیست؟ ببینید، من خودم خیلی هواداری هستم از خط فارسی و زبان فارسی و همین چیز هستم، اما امروز وقتی که ما روزنامه را می نویسیم پیشنهاد میکنیم دایره خواننده های اونا به نظر میکنیم. امروز دایره خواننده های امروز نیوز یعنی روزنامه ما فقط محدود شده است در حدود تاجیکستان. لایحه در دست داریم، در دست داریم که به طور نمونه همین روزنامه خود را در اینترنت پهن کنیم، یک سایتی داشته باشیم که مواد های خود را اونجا جای کنیم و من فکر میکنم که در اونجا صفحه به زبان فارسی میشود، یعنی نیاز پیدا میشود که دایره خواننده های خود را از حساب مردم افغانستان یا مردم ایران وسیع کنیم. منظور من است که به هر دو خط باشد، بر دو خط امکان نشد اگر زیادش نباشد دخل یک صفحه نیم صفحه که یک سراغات باشه، مثلا در مجله فرنگ یا اینا که شما دیدین ما یک دو ورقی کریلیک گرفتیم حد دقل فهمیده شد. مثلا ما در شهر میرم لوحه ها رو ببینم که هیچ خط فارسی نیست، اگر خط فارسی در پالی یا خط کریلیک باشه این هم مقبول بشه و همه دیگه که دیگه هم زبانایی که میان برشون مشکل پیش نمیشه و همچنین در تمام کشورها، مثلا در خطای چین، در ژاپن، در کوریا، در هندوستان ابو خط نیاکان خودم حفظ کردن به عنوان یک میراث. این درست است که ما از میراث نیاکان خود از زبان فارسی خود را دور کرده نمیتوانیم. این یک شما اگر یاد داشته باشه سالهای 90 یک حرکت آزادی خواهی فرهنگی در تاجیکستان خیلی رشد کرد. بله من اون سال خیلی بله علاقمندی به زبان فارسی و امروز هم برنامه دولتی درباره فارسی خوان کردن مردم وجود دارد و در پی اون هستن که مثلا دایره فارسی خوانها را خیلی وسیع کنن. امروز فقط با نظر داشت همین چیزه که این یک تجربه نو بود، هنوز این جوان است، ما برای چی این خیلی تصمیم ها را هنوز به فردا گذاشتیم و پس فردا، چون که حاضر الانم وظیفه های دیگر در پیش ما ایستاده است که در حدود تاجیکستان اولا ما یک خواننده روزنامه هر روزه را به وجود بیاریم. وقتی که این خواننده به وجود آمد بعد چیزی نو برای اون پیشنهاد سازیم، یک چیزی نوی که مثلا یک صحیفه را بگیرید به زبان فارسی بخونید. خیلی مشکل است در این حالت حاضر الان. اما معذرت میخواهید، ما خدمت شما عرض کردم که ما تقریبا سال 94 من اینجا آمدم، سال 99 سال ببخشید 90 من اینجا بودم و همین بحران ها و جریانات دیدم. اما ما خودمون مکتبی که تأسیس کردیم هم از صنف سیز روسی داشتیم و از صنف اول به زبان فارسی بود خط نیاکان،
شما باور کردین که تا صنف دو و سه بچه های ما هم کریلیک میدونستن و هم خطی نیاکان هم. در 20 سال شده از قانون زبان میگذره و در مکاتب هم بنام الفبای نیاگان بود. اما فکر بگیرم که یک دلسوزی نبوده. اگر نه در این 20 سال حالی باید نسل نو. میدونیم مثلا یک نسل 20 سال یک نسل است. نسل باز ما خیلی مردمی داریم که فارسی خوانند. مثلا من در کلکتیو ما و من در همین اداره من مردمی که هستن 90% فارسی را میدونند. فارسی را میخوانند. اما خواندن اینها و مطالعه کردن اینها بیانگر اون نیست که کل مردم آماده است که به خطی فارسی گذارد یا فارسی را مثلا همچون یک دستگاه اطلاعاتی قبول کنند در شکل خط، در خط شکل زبان. یعنی از نگاه دولتی تا فکر نمیکنین کدام محدودیت نیست؟ نه نیست. از دایره دولتی برعکس برنامه های حاضر برنامه های وجود دارند که زبان فارسی این به طور برابر باید در یک چند ده سال حتی گپ های در باره گذریش به خط فارسی هم هست. این هم به مرحله های دیگری تا سال های بعدی ماندن، چون که امروز بعضی مشکلات دیگر هستن. در مشکل است بله میدونم، بله در مشکل است. یک از نو باید آغاز شود. امروز این پلانشون چی است؟ از صنف یک تا ده امروز زبان نیاگان درس میگن. انا همین آیسته آیسته به طور مرحله به مرحله گزارش به خط نیاگان است. من خودی من از سال 98 این جانب یگان خطم به کتاب به خط کریلی نخوندم. کلن کتاب های من میبینه روز چه همش فارسی هست، هم به زبان فارسی میخونم. اما نه همه تاجیکستان به ایچه آماده هست، بخصوص وقتی که جامعه ما آماده شد بعد روزنامه به این چیز میگذرد. چون که ما باید انتخاب کنیم از دو چیز، یک چیز یا اطلاعات قربانی زبانی خط فارسی کنم یا خط فارسی را قربانی اطلاعات. در عین زمان خط فارسی را ما قربانی اطلاعات کردگیم. خب بسیار زیاد ممنون شما. راجع به زندگی شخصی تون یک چیز بگوین برای بینندگان ما که کجا تولد شده این، فاکولته را کجا خوانده این؟ من در تاجیکستان در ناحیه غرم به دنیا آمدم سال 1974. صاحب چهار فرزند هستم. آیلم خبرنگار بخش روسی بی بی سی است. نام خدا شما. دو پسر دارم با نام سیاووش و سهراب و دو دختر دارم با نام یاسمین و شیرین. چه نامای فرهنگی، بسیار خوب و نقص. بسیار زیاد خوش شدم. از دلم میخواد بسیار زیاد سوال ها باشه، اما فرصت ما چون ما یک ساعت برنامه داریم هفته یک روز و همیتگاه یک ساعت دو ساعت دیگه. بسیار ممنون شما شده. سوال شما رو کدام سوالی از ما داشته باشه؟ خوش آمده، خوش آمده. ما را خدمت هستم. ما هم همچنین. بسیار زیاد تشکر. ممنون شما. خدا حافظ. بشنو از نک چون حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند ای دل بشنو از نی چون حکایت می کند.